آقای احمدی نژاد وقتی میرفت که رأی بده، احمد نژادی که ظاهرا با دولت مخالفه ولی در انتخابات شرکت کرد، رفت رأی بده، ببینید که در اونجا با هیچ کس دست نمیده. خب توجه کنید، مردم اصلا خبر ندارم. 22 بهمن، نمیدونم انتخابات کی بوده، قبل از 22 بهمن بوده، اینها هیچ کس خبر نداره، اما احمدی نژاد خبر داره که باید دست نده. ببینید چقدر احتیاط میکنه. نگاه کنید، بله، با کمال حیرت همه تون حتما دیدید که آقای احمدی نژاد از کرونا خبر داره، اما ملتی توجه کنید، ملتی که طرفدارشه، بابا اینقدر دوستش داره، حالا قلبشو کار نداریم ظاهرا دیگه، ما ظاهر مهمه، این میخواد میبوسه این رو حتی، ولی خبر نداره مشکل چیه. کشور دچار کرونا شده و آقای احمدی نژاد مخلصین هم نمیگه، به کارمندان دولت هم نمیگه، به طرفدارای خودش هم نمیگه. احمدی نژاد میگه گفتن دست ندید. کی گفته؟ وزارت اطلاعات بهت گفته که خودت جزوش هستی، ما رو مسخره میکنی که ما با هم دعوا داریم. خب پس ببینید که اینها برای ملت ایران اهمیتی قائل نیستن. خواست بگه، میگه آقا این که تو داری ملت چه گناهی داره، مذمت بکن احمدی نژاد، نه مذمت میکنه ملت رو. بدبخت این که تو رو آدم حساب نمیکنه. خودشون مواظبن. ببین با اینکه دست میداد اینجاشو گرفت، دستشو نگرفت. تو چرا اینقدر برای اینو سینه یقه پاره میکنی؟ بوسش هم میکنی؟ نمیخواد تو بوسش کنی، از تو متنفره، بازی داره میکنه. شاید بخواه این احمدی نژاد دولت که نیست، اینکه مخالفه. مخالف از کجا میدونه که کرونا اومده و ملت نمیدونه؟ برای اینکه طبقه حاکمه مصلحت دیدی که آقا چون مردم رو آدم حساب نمیکنه. مردم مخالف رو نمیگم، اما مردمی که طرفدارش هستن، ولی مردم به هر حال مطیع اونا هستن، یعنی به مرگ خود راضی هستن و ازشون طرفداری میکنن به خاطر دنیا. پس این ملت قابل مذمت، قابل مذمت. خب معلوم است که احمدی نژاد که با من ارتباط نداره، بدبختا با شما طرفدارای شما ارتباط داره. بالاتر از این مدعا خامنه ای رسوا کرد. مدعا هنوزم خبر نداره که آقای خامنه ای، فیلمش دو سه بار پخش کردم ولی امروزم در رابطه با احمدی نژاد پخش میکنم، آقای خامنه ای مدت ها قبل با کسی دست نمیداد. چرا به ملت نمیگه مرد حسابی، مرد ناحسابی؟ آخه این مسئله شوخی نیست که. تو میدونی آب زهرآلوده، خودت نمیخوری به مردم نمیدی که نخورن. حالا این مردم بعد از اینکه فهمیدنم، اگر باز دست آقا رو بوسید، این مدعایی که الان اکچه میدم، یا دست احمدی نژاد بوسید یا باش دست داد، این ملت قابل مذمته. و متاسفانه ملت بارها سرش کلا رفته. شما کلیپ شماره 3 رو ببینید که دیده بودیدم قبلا.
با دستوس آقام که مشرف شدیم ازم شد که عزیزانی که محافظ آقا هستن نداشتم با دست آقا ببوسیم. چرا؟ بعد ببینیم ما بیعتمی کردن. نخیر، حفظ جان آقا بر ما واجب، هر کس باشه باشه و مرابش باید باشن دیگه. ما باید مرابع هندی باید بشیم، هم جلسه هم زائرا و عرضم شد که هم کسایی که به شرکت کنی جلسه هم باشه. خب شما میدونید که اولین کیسی که به اصطلاح بستری شده چینی بوده، توی بیمارستان مسیح دانشوری بستری شده در 14 بهمن. اینها اول اسفند اعلام کردن یا 30 بهمن اعلام کردن، اونم یک دکتر برادرش مرده بود، گفت مجبورشون کرد که آزمایش کنن بعد از مردن برادر. دکتر بود، گفت آقا این نشونه‌ای که شما میگی برادر من یک معلم ساده است، با کسی رفت آمد نداره، خارجی نرفته، تو همین خیابونای قم گشته. جالبه که آخوندای خودشون هم اعتراض نداشتن این بدبختا. میخوام بگم که سبحان الله، اول اینو ببینید تا باز من یک آیه براتون بخونم. اینو بیارید، یک مرد چینی مبتلا به کرونا در 14 بهمن در بیمارستان. 14 بهمن یعنی کی؟ یعنی 16 روز قبل، یعنی در بیمارستان مسیح دانشوری بستری شده بود. یعنی اینها حداقل 16 روز پنهان کردند.